سرکار خانم شما یه بار مردین؟ یه مرگ تقریبی داشتم. بله، قصه شو برای ما میگین؟ قصه اش اینه که من تو مسیر دبیرستانم بودم برای کارهای پیش دانشگاهی، دانشگاه تهران قبول شدم مرحله اول و تئاتر قبول شده بودم برای مرحله دوم. کل تایم تو بیمارستان بودم. یک نیسان آبی از روی من رد شد در واقع. چجوری؟ و از پشت زد، من با صورت خوردم زمین. و یعنی شما همینجوری تو پیاده رو داشتی راه رفتین؟ نه، پیاده رو نبودیم، کنار خیابون. منو دوستم یه نیسان به شما زد، براتون رد شد. بله بله. و رفت؟ نه، هستن هنوز. نه، موندن و خب منو بردن بیمارستان. تایمی که منو بردن توی مسیر، من تمام مدت خودم از کنار راننده مینیبوسی که جنازه من کف اون مینیبوس بود، هم خودم و هم افرادی که اونجا بودن که دبیرای ما بودن، که بعد تک تک بهشون گفتم که شما کجا نشسته بودیم و چه کارایی میکرد. یعنی انگار روح از تنتون جدا بله شده بله. بوده و تصویری که میدیدین از کنار مینیبوس، کنار راننده‌ای که داشت رانندگی میکرد، ولی من برخلاف راننده رو به کسایی که مدیر مدرسه‌مون و مثلا دبیرا اونا رو به روی اونا نشسته بودن، دونه دونه‌شون، حتی گریه کردنشون، اینکه دستمال تو کیفشون در میآوردن، دونه دونه رو بعدم بهشون گفت. و بعد بیمارستان یه هفته کما بودم. یک هفته بعد، آره، بعد از کما اومدم بیرون که فراموشی مطلق گرفته بودم. هیچ یادتون نه؟ حتی مادرم هم نمی‌دونستم که مادرمه، ولی به مرور زمان برگشت. خداش همین الانم هم یه ذره احساس می‌کنم حافظه کوتاه مدتم رو از دست دادم، به خاطر همین اگه کسی خیلی ناراحتم می‌کنه بعد یه مدت اصلا یادم نمیمونه چی کار کرده. چشمم که باز کم، یعنی به هوش که اومدم نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. حتی اون لحظه هم که خودم رو میدیدم، جنازم رو میدیدم، حتی از کنار مهتابی سقف بیمارستان اونجا باز دوباره داشتم میدیدم چه اتفاقی داره میفته و دکترها دارن لباسامو پاره میکنن، تنها دغدغم این بود که من این مانتو شلوار رو خیلی دوست داشتم، چرا الان دارم پارهش میکنم؟ نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، ولی یواش یواش بهم گفتن دیگه. 3 ماه بستری بودم.